پدر روح الله زم، محمد علی زم و حمله بی سابقش به جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید، صحبت‌های جدیدش رو میشنویم و یه مروری انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال خودتون، کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. محمد علی زم، رئیس اسبق حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و پدر روح الله زم و از روحانیان نزدیک به حکومت در سالهای نچندان دور، با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی گفته روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، توی دوران شاهنشاهی خطاب به حکومت شاه گفته بود که به ما فقط 15 سال وقت بدید، اگه از شما بهتر اداره نکردیم ما رو بیرون کنید. او در گفتگو با خبرگزاری دیدار نیوز به عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفتش که الان 15 سال که هیچی، 3 تا 15 سال گذشته و هنوز اتفاقی نیفتاده. الان انقلاب اسلامی بیش از 45 ساله که پیروز شده و جمهوری اسلامی تو این سالها هیچ عملکرد مثبتی نداشته. محمد علی زم با اشاره به فرصت‌های اقتصادی و جغرافیایی که ایران داشته انتقاد کرد که ما سالهاست نه پول داریم نه وقت، اما به جای اون کلی کار نکرده روی زمین مانده که باید به یه سرانجامی برسه، ولی مشخص نیستش که این کارها قراره کی انجام بشه. او حتی حمله ای هم به دولت پزشکیان انجام داد و گفتش که الان ما توی کابینه دولت جدید، با اینکه گفته میشه دولت وفاق ملی و از همه سلیقه ها و جنسیت ها و گروه ها توش حضور دارن، ولی نه حضور خانم ها پررنگه نه از اقلیت های دینی و اهل سنت توش هست. او با اشاره به شعار کابینه پزشکیان که وفاق ملی بودش گفت زنها نیمی از مردم تاریخ و جهان هستن. حالا ما هم مثلا هنر کردیم، یه خانم رو به گفته آقای پزشکیان و با توصیه رهبری گذاشتیم وزیر راه، یا یه نفر دیگر رو هم به عنوان معاون وزیر علوم گذاشتیم که از اهل سنت. ما قرار بودش که انقلاب اسلامی داشته باشیم، نه اینکه فقط انقلابمون شیعی باشه و همه اعضای کابینه دولت از شیعیان باشن و سنی مذهبا اصلا نقشی توش نداشتن. در بخشی از این گفتگوهای زم از روند آموزش و پرورش در کشور هم انتقاد کرد و گفته که اکنون وزیر آموزش پرورش میاد با افتخار اعلام میکنه که اولویتش یاد دادن نماز به دانش آموزا توی مدرسه است، در حالی که این اصلا جز وظایف آموزش و پرورش نیستش و ارگانهای زیادی توی دولت بودجه میگیرن که این کارها را انجام بدن. آموزش و پرورش وظیفه‌اش بالا بردن سطح علمی و دانش دانش آموزا هستش و آموزش نماز مربوط به مساجد و حسینیه و سازمان‌های مرتبط با اون هستش. آقای زم خودشون توی یکی دو دهه پیش از افرادی بودن که با لباس روحانیت خیلی شناخته شده بودن و خب اکثرا ایشون رو به عنوان یه روحانی سیاسی و مشهور میشناختن، ولی بعد از حواشی که پسرشون توی سالهای اخیر داشتن و اتهاماتی که به پسر ایشون روح الله زم وارد شدش، از جمله جاسوسی یا افشای اسناد محرمانه حکومت و دهها جرم دیگه، در نهایت از کلیه مقامات دولتی استعفا یا به نوعی اخراج شدن و در نهایت هم که پسرشون رو با شرایط خیلی مشکوکی از عراق و فرانسه به ایران منتقل کردن و یک سال بعد هم تحت فشار و بازجویی‌های فراوان در نهایت اعدامشون کردن. که خب این قضیه کلن برای سال 98-99 هستش. بعد از اعدام پسر محمد علی زم، ایشون یه رویکرد متفاوتی نسبت به حکومت و نظام پیدا کردن و حتی لباس روحانیت رو هم به صورت کامل کنار گذاشتن. حتی اخیراً توی چند تا از خاکسپاری‌های هنرمندان ایشون رو با یه استایل متفاوت و با دستمال گردن و تیپ و استایل کاملاً متفاوت با لباس روحانیت دیدیم. حتی توی این مصاحبه اخیرشون هم با خبرگزاری دیدار نیوز ایشون رو با دستمال گردن و لباس متفاوتی از همیشه دیدیم. بریم بخش‌های از صحبت‌های ایشون رو در این مصاحبه جنجالی که داشتم بشنویم. در ادامه باز در خدمتتون. اونی که
بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، مخاطبش اون رژیم بود و شاه بود. گفته بود 15 سال به ما وقت بدید، اگر نکردیم ما رو اخراج کنید. خب ما الان اون 15 سالمون شده 3 تا 15 سال، 45 سال شده. خب کی نمیدونه ایران چه سرزمینیه و چه ثروتی در زیر زمین و دریا و خشکی و آسمان داره. ما پولدار بودیم، ما کشور ثروتمندی بودیم، ما تا 6 میلیون بشکه نفت میتونستیم صادر کنیم و میتونستیم تولید کنیم. امروز افتخار میکنن، دیروز افتخار کردن دولت قبلی که ما از دولت قبلی نفت بیشتر تولید میکنیم، حالا شده 1.8 میلیون، شده 2 میلیون. مال این کشور نیست، اینا فقر و فلاکت در اثر بیتوجهی به ثروت و پولها و دارایی این مملکت عارض ما شده. ما باید بعد از 45 سال به اینجا برسیم که وزیر آموزش پرورش ما بگه اولین اولویت من در آموزش و پرورش ترویج فرهنگ نمازه. ترویج فرهنگ نماز مال روحانیت بوده، مال حوزه های علمیه بوده، مال 100,000 مسجده، مال بالای 100,000 حسینیه است. اونجا باید ترویج نماز می شده. آموزش و پرورش باید ارتقاء علمی این بچه ها رو فراهم می کرده. شما، من و هر کسی دیگه ای بچه‌مون رو میذاریم مدرسه غیر انتفاعی با یه پول کلانی که این نماز بخونه. خب این نمازی که تو خونه میتونه بخونه. ما اهل سنت رو که برادران دینی ما بودند و اصلا بنا بود انقلاب اسلامی بشه، بنا نبود انقلاب شیعی بشه. خب رفقا، حتما نظراتتون رو راجع به صحبتایی که محمد علی زم انجام دادهش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. خیلی از سالها پیش به محمد علی زم به خاطر پسرش روح الله زم انتقاد شدیدی داشتن و می گفتن که پسرت باعث افشای اسناد محرمانه ایران شده و ضربه بدی رو به ایران و حکومت جمهوری اسلامی وارد کرده. که خب هیچ وقت خود محمد علی زم این انتقاداتی که به سمتش وارد میشد رو قبول نداشت و حتی معتقد بودش که پسرش بیگناه هم هست. حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.